بله، دیشب اینقدر دیر خوابیدم، ساعت 4 صبح خوابیدم و من وقتی دیر میخوابم خیلی بده، به خاطر اینکه سیستم بدنم به هم میخوره. چه بدن حساس لوسی دارم نه؟ بعد از اونجا که باید خواب کافی رو داشته باشم، الان ساعت 11:30، بعد یکی بیاد من از جام بلند کنه. تو رو خدا پاشو برو کاراتو بکن نیوشا. صبح شده. قهوه‌م بزنم همزمان با اینکه دارم ولاگ میبینم. میخوام پاشم ورزش کنم، هی تنبلی میاد. صبونم رو خوردم، قهوه‌مو زدم، ولاگ نگاه کردم، الان دیگه از جام باید پاشم قاعدتا. این همون حس و حالی بود که بهتون میگفتم و آی الان خفه میشم، همون که بهتون تعریف کردم، گفتم مگه شبا دیر بخوابم روزا به فناهم، الان به فناهم. یکی بیاد من از جام بلند کنه. آقا بلند میشم الان، من میتونم. امروز چه روز قشنگیه، من رفتم. دوران پی ام اس هم دارم میگذرونم الان، فکر کنم 2-3 روز از پی ام اس من هنوز باقی مونده و امروز من سعی کردم دوباره بهش غلبه کنم و تونستم. ورزش خیلی کمک بزرگی میتونه به ما بکنه توی این دوران، حداقل به من خیلی خیلی کمک بزرگی میکنه. من به تنبلیم غلبه کردم، خودم دست خودم رو گرفتم، گفتم پاشو دختر ورزشتو بکن. ورزش کردم، شارژ شدم، الان باید خونه تمیز کنم، هزار تا کار دارم. امروز میخوام ادامه روزم رو فقط به کارهای مورد علاقم تو خونه بپردازم. این همونیه که بهتون میگم میگم هوای استانبول خیلی خوب شده، خنک شده و امروز چه بادی. البته چند روزه که باد شدیدی میوزه و امروزم یکی از همون روزاست، یه نسیم خنکی میاد تو خونه. جاتون خیلی خالیه، چقدر آسمون خوشگله، ولی تو این ویدیو دیده نمیشه. یعنی جوری خونه رو سابیدم که توی این مدت چند روزه، کلا من تمیزکاری زیاد میکنم ولی این مدلی تمیز نکرده بودم، به شدت سابیدم و همه جا رو ترتمیز کردم. دوش گرفتم، یه چای سبز برای خودم درست کردم، اومدم نشستم. امروز قراره در ریلکسی کامل تا شب به سر ببرم از الان به بعد. الان ساعت چنده؟ ساعت 3:30. 3:30 ظهر، کارام تموم شده و نشستم چای بنوشم. چایت را بنوش. بعدش میخوام بشینم احتمالا سریال مورد علاقه مو نگاه کنم، سریال کلوب. استراحت. باید با پی ام اس همچنان مقابله کنم. پی ام اس خیلی مزخرفه، نمیدونین که امروزم گذروندم، امروزم من غلبه کردم بهش. تا فردا ببینیم چی میشه. امشب که گذشت فردا رو بگو، چه کنم دل ما رو بگو. باید به این ناخونا یه حال اساسی بدم، چون بعد از تمیزکاری همشون یه جوری نیاز به سوهان پیدا کردن، پس اینا رو هم باید درست کنیم. حد ناخون خودتون رو آغشته به آستون میکنید به این صورت، بعد درش رو میبندین، بعد شروع میکنید لاکاتون رو پاک کردن. اینجایی که مشاهده میکنین بخشی از ناخونمه که بهتون گفتم با پوستش کندم ناخونم پوستش کنده شده یه ذره. بله، در ادامه میپردازیم به پاک کردن ناخون، چون میخواییم لاک جدید بزنیم. لاک جدید چه رنگی میخواییم بزنیم؟ سفید و قرمز رو انتخاب کردم. در ادامه میبینید که چطوری از این دو استفاده میکنم. بله،
همزمان میخوام سریالم هم باز کنم اینجا رو لپتاپ، سریالم هم نگاه کنم و از زمانم لذت ببرم. الان از بیرونم داره صدای اذان میاد، چیزی که من با صدای اذان مشکل ندارم، ولی من با آلودگی صوتی اساسا مشکل دارم. اینه که دارم میگم آقا چرا اینقدر توی استانبول، توی ترکیه، یعنی توی ترکیه چرا اینقدر صدای اذان پخش میکنن؟ یعنی میخوام مثلا بگن که آقا توریست محترمی که مثلا تو حتی مسلمونم نیستی اومدی تو کشور ما، تو مجبوری که این اذان ما رو گوش کنی. نمیدونم، هنوز نتونستم بفهمم این قضیه رو، ولی خب به نظرم کار جالبی نیست، چون مثلا حالا این خونه ما صدای اذان خیلی کم میاد، ولی خونه قبلیمون خیلی صدای اذان زیاد میمد، یعنی از 3 مسجد همزمان صدای اذان میمد. و جالبیش اینه که اینا سر یه تایم خاص با هم شروع نمی کنن. مثلا حدودا 1 دقیقه هم شده که با هم فرق داشته باشن و پس و پیش صدای اذان میومد، اصلا وحشتناک بود. بازم تاکید میکنم من با صدای اذانه مشکل ندارم، من با آلودگی صوتی مشکل دارم، چون توی کانال قبلیم این قضیه رو مطرح کرده بودم، اومده بودن کلی به من فوش داده بودن. من بحثم الان در واقع دین نیست، بحثم آلودگی صوتیه. هرچند که دینم باشه مشکلی نیست به نظر من، ولی اساسا الان مشکل من آلودگی صوتیه. خب ناخونامو پاک کردم، میریم که لاک جدیدو بزنیم. از سفید شروع میکنیم، 3 رو سفید میزنیم روی این دست، به این صورت. پنبه مونده اینجا. دو تارم قرمز میزنیم. بله، که یه دور دیگه هم روی این میزنیم. البته این یکی برعکس، حالا برعکس اینو میایم، اینو 3 قرمز میزنیم. ای مالیده شد بغلش، شت، خیلی سخت دارم لاک میزنم. دور اول و معمولا من خیلی با دقت نمیزنم چون بیس کاره، بعد یه دور روش میاد همه رو کاور میکنه هرچی که مونده باشه رو. دوتا هم سفید میزنیم. این شد. حالا در نهایت چی میگن؟ آخر کار رو بهتون نشون میدم. اینم لاکم، این شکلی شد. خودم که راضیم ازش. پتومو دیدین کامل؟ ندیدین؟ کاملش این. اینم ناخونمه. خودم هم کج شده. مرسی که با من همراه بودیم. من برم بشینم سریالم رو نگاه کنم، دیگه کار خاصی ندارم تا شب، فقط میخوام دراز بکشم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم یه عالمه. بای بای.